سلام و وقت بخیر دارم حضور شما بینندگان عزیز ارجمند شبکه ورزش. عصرتون بخیر باشه، امیدوارم که هر کجا هستید سلامتتون درست باشید. با پخش مستقیم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی بسکتبال 2023 بازی ایران و ژاپن، اسکرینی که حامد اونجا میخواد براش بذاره، توپو میرسونه به بهنام یخچالی، پرتاب بهنام یخچالی، شلیک زیبا و تماشایی این چهره، بهنام یخچالی وارد سواد ژاپن میشه. خوشبختانه سجاد به موقع اضافه میشه و بهنام یخچالی و باز هم شلیک بهنام، تغییر داده تیم ما هم 4 بازیکن تغییر داده نسبت به کاپاسیا، یک پرتاب 3 امتیازی. بهنام یخچالی هست، آقای سجاد مشایخی زیر سواد حامد دارن دفاعش میکنن، حامدو میچرخه حامد و خیلی راحت و مسلط دو امتیاز. با 4 تغییر به مقدماتی جام جهانی اومدیم در اختیار از باشگاه کاله. بهنام یخچالی از مسیری که من نگاه میکردم، پاسش اشتباه و ارسلان کاظمی که دست خالی میره به سمت سواد ژاپن. اینجا هم لیابی که موفق میشه یودای بابا وارد سواد ایران کنه. این چهره یکی کاوامورا ازش عبور کرد، سجاد پذیرفته تاکتیک این لحظه ایران، شوت های 3 امتیازی که جوابم داده. 25-21 ایران، 2:14 زمان تا این جای کار، 83% ما، 45% ژاپن، شوت های 3 امتیازی که آماری که تا این جای کار بوده. کاوامورا این آه پرتابش وارد سبد نمیشه برای توگاشی، نفوذ میکنه به بیرون، کاوامورا انتقال سریع تو در اختیار بازیکن شماره 17 یاتارو سودا و شلیک 3 امتیازی از سایچی را اینوه. ترنوری که به سب میرسه، یکی کاوامورا اقدام رای دوره، یاتارو سودا از کجا 3 داره میزنه. ارسلان قطعا تصویر و استاره با هم مرور خواهیم کرد. با یک اسلام تک دست کوارتر دوم را آغاز کردیم. حامد عدادی توپش میرسه به ارسلان و باز هم ارسلان کاظمی، 2 امتیاز دیگه برای ایران. اسکرین حامد برای محمد، ارسلان کاظمی، یازرلو پرتاب 3 امتیازی یازرلو و باری کلا به این پسر و جوانه. یه بار دیگه برای بچه ایران تو در اختیارشونه. سجاد مشایخی برای ارسلان، پاس برای محمدی جمشیدی، عبور از یار مستقیم، حرکت فیک و در ادامه اقدام و باز هم ارسلان کاظمی. چقدر خوب ریباند رو جمع کرد ارسلان و چقدر خوب توپو وارد سبد میکنه. تشویق تماشاگران هم همراه میشه با این صحنه زیبا برای تیم ایران. 2-3 روز پیش هم در رده سنی جوانان موفق شدیم 68-66 ژاپن رو شکست بدیم و یک پرتاب 3 امتیازی بالاخره موفق شدن ژاپنی امتیاز به دست بیارن با دستان یودای بابا. 1.67 متر قد در ترکیب ژاپن داره کار دنبال میکنه و اینجا موفق میشن ژاپنیا 2 امتیاز به دست بیارن. دیگه سجاد مشایخی پرتابش وارد سبد شد، شلیک زیبای سجاد مشایخی، یه بار دیگه اشتباه از ژاپنیا و 2 امتیازی دیگه برای ایران. سجاد مشایخی پاس خوب برای بهنام، پرتاب 3 امتیازی بهنام، شلیک تماشایی بهنام، نیمکت ایران رو هم سکری میذاره براش پاشی و در نهایت 3 امتیازی یکی توگاشی. از بالا 29 ساله، سرعت بالا، به بیرون یودای بابا، حرکت فیک میرسونه برای ناگایوشی و زیر سبد موفق میشه. فشار دفاعی ژاپنی ها، محمد باید بزنه شوتاشو و نگرانی نباشه که توپ وارد سبد میشه یا نه. اقدام سجاد پذیرفته، شلیک تماشایی سجاد، باری کلا به این پسر که حرکت میکنه بهنام یخچالی مقابلش هست ناگایوشی، اقدام بهنام، ارسلان چقدر خوب اونجا ریباند رو برمیداره و تبدیل به امتیاز میکنه، حضور به موقع و ریباند حمله. ارسلانی که تخصصش ریبانده، چه دفاع چه در حمله، این بازی ریباندهای حملهش فوق‌العاده بود ارسلان کاظمی و ایران رو به امتیاز 60 میرسونه، 60-47 و تایموتی که مربی ژاپن درخواست میکنه در واقع دستیار دوم آقای تام هواسه، آقای نوریو ساسا. 2 پرتاب و مالکیت در اختیار ایران قرار میگیره، 2 پرتابی که بهنام وارد سبد کرد، یک پرتاب 3 امتیازی، یک حمله 5 امتیازی از بهنام یخچالی.
ماکاتو هایجیما برای هیروتاکا یوشی و کاوامورا اسکرین یوشی، خود یوشی زیر سبد و کار تیمی که عبور از دو بازیکن مستقیم یعنی یازرلو و ارسلان کاظمی. 65-51 فریادهای دفاع و دیفنس تماشاگران ژاپنی در آزادی. سجاده پذیرفته، شلیک سه امتیازی. ژاپنی‌ها تو رو در اختیار می‌گیرن. چت دو دست و اسلام دو دسته یودای بابا، پاسی که کاوامورا براش آماده میکنه. حامد برای نوید رضایی‌فر، بیرون قوس اسکرین حامد، میاد سمت حامد که یه جورایی مسافه تک به تک و تن به تن، اما حامد دیگه با اون تیزی که مناسبش دیگه این مسافه رو کم نمیاره. لیاب خوشگل تماشایی از بهنام یخچالی. یوتاکایوشی سجاده داره دفاع میکنه، پاس برای حامد که نمیرسه تو به حامد، بعد برگردن بچه ها سریع. یودای بابا و اسلام دو دست است. 74-60 حرکت از یوتاکایوشی. یودای بابا اسکرین برای یودای بابا. یوتاکایوشی فشار دفاعی عبور کرد با سرعت خوب خودش از بین بهنام و سجاد بازیکن شماره 6. توگاشی از ژاپن گارد رسید. تاگایوشی اسکرین برای توگاشی، اقدام از یودای بابا، حرکت و پرتاب سه امتیازی از یودای بابا. ژاپن به امتیاز 65 میرسونه. فشار دفاعی ژاپنی‌ها در این لحظات باقی مونده. اکبالی که تو به پای یودای بابا برخورد کرد. از مقدماتی جام جهانی در منطقه همراه ما باشی در شبکه ورزش که دوست و همکار خوبم هم. محمد حسن واحد اونجا این بازی رو برای تو گزارش خواهد کرد. اینجا هم نوید رضایی‌فر بلیپوش مازندرانی بسکتبال کشورمون، این چهره موفق میشه که ناگایوشی، خود توگاشی برای یودای بابا داخل منطقه رنگی به بیرون برای یوشی. خود یوشی حرکت میکنه به سمت سبد، چرخشاش دستش هستن بچه در دفاع، بی خیال ژاپنی‌ها نمیشن بچه در دفاع و اینجا دفاع خوب با ریباند دفاع همراه میشه. بازی دیگه کم کم باید تموم بشه، کمتر از 8 ثانیه. ژاپنی‌ها و بازیکن ایران دیگه بازی رها کردن، سراغ هم میرن. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه و در همین لحظه است پایان بازی به صدا در میاد و تیم کشورمون موفق میشه در یک بازی بسیار تماشایی و حساب شده 70 خود ژاپن رو در مقدماتی جام جهانی پنجره چهارم در تهران شکست بده. ما دوشنبه ساعت 13 با استرالیا بازی خواهیم داشت و تبریک عرض می‌کنم این پیروزی رو خدمت شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان بسکتبال، بازیکنان تیم ملی و همه کسایی که تیم ملی رو همراهی کرده. ممنون و متشکرم که همراه ما بودید. امیدوارم که از گزارش بنده هم راضی بوده باشید و این بازی مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به اتفاق همه همکار خوبم هم در واحد سیار مستقر در آزادی بنده از حضورتون مرخص میشم و با تو خداحافظی میکنم و همراه میشیم با دوستای خوبم در پخش شبکه ورزش، مبارزه اکتبرام عزیز و سایر دوستانی که در پخش شبکه ورزش هستن. اصلا نباشید، شبتون بخیر.